السلام علیکم. کورسی را که ما میخواییم آغاز کنم اساسات ریاضی است. این اساسات ریاضی را برای آن در شاگردهای ترتیب میکنم که هیچ ریاضی نمیفهمند. قسمی که سروی صورت گرفت و تحقیقات صورت گرفت، من یافتم که باید یک کورس بسیار بسیار ابتدایی را برای آن در شاگردایی که ریاضی نمیفهمند و محصلینی که در پانتون ها درس میخوانند و ریاضی نمیفهمند، یک بستر بسیار محکم برشان در اینجا جور کنم تا ای که با استفاده از آموزش این کورس بتونن ریاضی های مورد دلخواهشانه، چه در پانزه انجینری است، چه در پانزه اقتصاد است، چه در پانزه کمپیوتر ساینس و سایر پانزه های ساینسی، اونا بتونن که کورس های ریاضی را دنبال بکنن. البته این اساسات ریاضی الفبای ریاضی را تشکیل میده. ریاضی مثل یک زبان است، زبان انگلیسی. اگر ما الفبا را مرحله به مرحله، استپ به استپ پیش ببریم و به کلمات و جملات و بیانه ها برسیم و بالاخره داستان ها و قصه ها را بخونیم، واضح است که زبان انگلیسی را آهسته آهسته بهش آشنا میشیم و بعد از او باز میتونیم که حداقل یک کتاب انگلیسی را مطالعه کنیم. به همین شکل ریاضیات است. ریاضیاتی که کاربردی داره در پانتون ها زمانی آدم به دسترسی پیدا کرده میتونه که اساسات ریاضی را باید بفهمه، الفبای ریاضی را باید بفهمه. به این خاطر این اساسات ریاضی را با اثر تحقیقاتی که من انجام دادم فقط به کلاس های بسیار پایین آغاز میکنم. برای شاگردایی که زیر صنف شش مکتب قرار دارن، من از صفر آغاز میکنم و فکر میکنم که شاگرد هیچ مطلق ریاضی نمیفهمه. برای کسایی کورس ترتیب کردیم که استپ به استپ از صفر مرحله به مرحله با امو نام های لکچر مندی، لکچر یک، لکچر دو، لکچر سه، لکچر بالاخره سی، لکچر سی و پنج، بیکر با کلام لکچر ها من میتونم این اساسات ختم کنم. این باید تعقیب شود و من یقین کامل دارم ویدیوهایی را که ترتیب میکنم 10 دقیقه الا 12 دقیقه الا 14 دقیقه زیادتر نیست. خسته کن برای شاگردان نخواد بود، اما تقاضای من از شاگردای محترم امی است که استپ به استپ ای اساسات ریاضی را از کورس یکش که امروز کورس اول است ما آغاز کردیم از این تعقیب کنن. و از اولیای محترم هم خواهش میکنم که بدون حمایت اولیای شاگردا به هیچ وجه شاگرد درس خوانده نمیتونه. یعنی به این معنا که باید هر روز یک لکچر 10 دقیقه‌ای را باید سر شاگرد تعقیب کنه، چندین بار او را ببینه، شاگرد مشاهده کنه و بعدش باز قلم و کتابچه را بگیره. اولیای محترم باید مراقبت کنه که شاگرد واقعا اینمی لکچر 10 دقیقه‌ای را سوالایش دوباره بروی کتابچه شاگردش یا بچهش اولادش آیا کار کرده یا نی. فقط مراقبت ضرورت داره. بدون مراقبت فامیل ها طبیعی است که اطفال خرد بازیگوشی میکنن و درس نمیخونن. و ما در آخر تضمین میکنم که کسانی که اینمی کورس مرحله به مرحله استپ به استپ لکچر به لکچر، نه لکچرهای بالا بلکه لکچر اول خوب آمادگی بگیره با لکچر دوم، باز تکرار میکنم که به دیدن ویدیوها آدم ریاضی یاد نمیگیره. وقتی یاد میگیره که قلم و کاغذ بگیره و هر سوال دوباره بروی کاغذ حل بکنه اشتباهات خوده، پس دوباره باید اگه اشتباه میکنه جواب دست نمیره ویدیو رو پلی کنه و ببینه که در کجا چه مشکل داره باز حل کنه. روزی یک کلپ رو باید مطالعه بکنه، روزی یک ویدیو رو باید یک لکچر رو باید او ببینه.
به این خاطر وقتی که این سلسله مطالب بالاخره انجام شود، ما گارانتی میکنم که شاگرد ریاضی را یاد میگیره و ریاضی میفهمه و شاگرد آماده میشه که هر گونه ریاضی که از قبیل انتگرال های یکگانه، انتگرال های دوگانه، معادلات دیفرانسیلی اگر در پانتون ها تدریس میشه این گونه مشکل نداره. همچنان در پانتون های در پانزه های کمپیوتر ساینس موضوعاتش که از قبیل دیسکریت مت است یا مثلا لینر جبراس و غیره و غیره، ماتریکس ها و غیره، هیچ گونه شاگرد در درس استاد مشکل پیدا نمیکنه. و باز هم تاکید میکنم که ما گارانتی میکنم که با تعقیب کورس ها در مدت بسیار کم، یعنی در کمتر از 40 روز، اگر روزی یک ویدیو تعقیب شود، هر گونه شاگرد بالاخره آماده میشه که اینا پانتون های ساینسی را بدون کدام مشکل پیش ببرن و تمام مضمون ها را گرفته بتانن. و ما باز هم بیان که آغاز میکنم درس، از ابتدایی ترین موضوعات آغاز میکنم. ما حال چی برای شما بگویم که ما از چی چیزها را در اینجا درس میتونم، لازم نیست که ما حال بگویم، فقط ای اساسات است، زبان ریاضی است، استپ به استپ باید تمام لکچرهای ما باید تعقیب شود. ما درس خود آغاز میکنم و نام یادیر میمونم لکچر یک. در اینجا ببینین سوال یک، متوجه باشین که تمامی درس ها اکسرسایز است، تمرین است، فقط حرکت دست، حرکت فکر، حرکت قلم است. اینجا عبارت دری و فارسی و تعریف و هیچ مفهوم نداره، فقط و فقط باید شاگرد به طور عملی پرکتیکال باید آماده شود، اما مسائل ابتدایی الفبای ریاضی را به شکل پرکتیکال باید به حافظه نقش کنه تا که موفق باشد. مثلا ما اولین سوال مطرح میکنم، سوال یک، از صفر آغاز میکنم. صفر است وقتی که ما بگویم به طور مثال 5 - 8، این سوال است. این سوال دو طریقه میشه، دو معنا داره، یک معنای اجتماعی داره، یک معنای الجبری. معنای اجتماعیش اول تشریح میکنم. معنای اجتماعیش ایست که این عدد ما مثبت 5 است و مثبت 8 اینجا و ما نوشته نمیکنیم، قرارداد میکنیم که هر وقتی که این علامه مثبت باشه نوشته نکنیم، رنگ قلمم کم مصرف میشه، وقتم کم ضایع میشه، بنابراین این مثبت است. اگر منفی بود باید نوشته کنیم. مثبت 5 منفی 8. مثبت 5 همیشه دارویی است. مثبت 5 یعنی 5 رو بعد جیب ما داریم. منفی 8 یعنی 8 رو بعد دکاندار قرضدار هستیم. اگر ما 5 رو پر بعد قرضدار خود بدیم، باز هم چند رو پر؟ 3 رو پر قرضدار میمونیم. با این قسم امی عدد اگر من این تو نشته کنم 8 منفی 5 این مناره داره که 8 روپه در جیب ما داریم و چند روپه قرضدار هستیم؟ 5 روپه. مثبت 8 دارایی ما رو نشان میده، منفی 5 قرضداری ما رو. بنابراین ما وقتی که از این 8 روپه خود به قرضدار بدیم، باز هم 3 روپه در جیب ما میمونه، مثبت 3. سوال سوم، اگر ما داشته باشم مثبت 5 مثبت 8، بیشتر گفتم که علامه مثبت که اول نشته شما نوشته نمی کنیم، یعنی 5 روپه در جیب ماست، 8 روپه در جیب ماست، وقتی که ما دارایی های خود جمع کنیم 8 و 5 چند میشه؟ 13 روپه، مثبت 13. سوال چهارم، اگر داشته باشیم منفی 5 منفی 8، 5 روپه از یک دکان قرضدار هستیم، 8 روپه دیگه دکان، چرا منفی است؟ منفی قرضداری، قرضداری ها رو باید جمع کنیم، یعنی 13 روپه منفی 13، 13 روپه از دکاندارا قرضدار هستیم. ای از نظر اجتماعی بود، از نظر الجبری حلش چی گونه است؟ این گونه است، اگر دو دانه عدد هر دویش مثبت باشه هم جمع میشه، علامه مثبت گرفته میشه. اگر هر دو عدد هر دویش منفی باشه هم جمع میشه، علامه منفی گرفته میشه. منفی ها هم جمع میشن، مثبت ها هم جمع میشن. وقتی یکی از دیگه تفریق میشه که یکیش مثبت باشه دیگهش منفی. از عدد کلان همیشه عدد خرد تفریق میشه، از 8 5 تفریق میشه، اما از علامه عدد بزرگ که مثبت است اینجا نشته میشه. همچنان از عدد کلان عدد خرد تفریق میشه، چرا دو عدد مختلف و علامه است؟
یکیش مثبت است دیگهش منفی. بنان از اشک پنج بره سه باقی، اما علامه عدد کلان منفی است، اینجا منفی نوشته میشه. پس هر از این سوال دو معنا داره که هم از نظر اجتماعی که تشریح کردم و هم از نظر الجبری که هم علامه ها جمع میشن، مختلف علامه ها تفریق میشن، از عدد کلان عدد خرد تفریق میشه و علامه عدد کلان در مقابلش نوشته میشه. و در این رابطه من یک سوال دیگر هم کار میکنم. ببینیم مثلا سوال پنج نوشته میکنم. نشته میکنم که 4 منفی 5 مثبت 6 منفی 8 مثبت 12 منفی 13 اینه میخوای من کنم. اگر ما بگویم چند عدد است، میگیم که 1, 2, 3, 4, 5, 6 عدد. اگر ما بگویم چند تایش مثبت است، میگیم اینه 4 یکش، 6 دیگه، 12 دیگه. چند دانه مثبت است؟ پس 3 دانه. خب مثبت ها چرا نشون میده؟ دارایی ما را مثبت ها را باید جمع کنیم یا نکنیم؟ بلی جمع کنیم. مثبت 4 که دی مثبت 6، مثبت 6 که 12، 6 و 4 10، 10 و 12 چند میشه؟ 22. این مثبت است. آن منفی چند دانه است؟ 1 دانه، منفی 5 است، منفی 8 است، منفی 13، 3 دانه عدد منفی است. آیا منفی ها را حتما با هم جدا جمع کنیم و با علامه منفی نشته کنیم؟ مثبت ها را جدا جمع کردیم با علامه مثبت، منفی ها را هم جمع میکنیم با علامه منفی. جمع چی گونه صورت میگیره؟ این گونه، عدد اول با عدد اول، یعنی 3 جمع 8، 8 و 3 11، 11 جمع 5 16 را 6 حاصل 1، 1 جمع 1 2، پس چند میشه؟ 26. ای مشابه این سوال است، این سوال یعنی یکش مثبت دیگهش منفی، یکش مثبت دیگهش منفی. در این صورت باید یکی از دیگه تفریق شود، از کلان خرد تفریق شود. کلان 26 است، علامه عدد کلان هم منفی است، منفی نوشته میکنیم. از اول کم میکنیم، از 6 که 2 بره 4 باقی، از 2, 2, 0، پس جواب چند میبره؟ جواب منفی 4 میبره. بالاخره سوال ما به سادگی حل میشه. از اینمی نقطه صفری است. از اینمی جمع شما شروع میکنیم و بالاخره پیش میریم که شاگردای بسیار عزیز لکچر دوم تعقیب بکنید. با ادامه عزیز تشکر.